اینجا در پایتخت اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی و برخی فعالان جامعه مدنی گرد هم آمدند تا روی چگونگی بسته دوم پیشنهادیشان در راستای آوردن اصلاحات در ساختار نظام انتخابات به ویژه کمیسیون های انتخاباتی، تکمیل نمودن اعضای کمیته گزینش و نیز برگزاری هر چه زودتر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی چاره بجویند. اگر کمیته گزینش بیشتر از این به تأخیر بیافتد، به معنی به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی و ولسی شورای ولسوالی است که طبیعی است، هم چالش‌زاست و هم مشکل برانگیز. اما مقدمات کار تمام شده و امیدوار هستیم که هر چه زودتر کمیته گزینش به کار خودش آغاز کنه. نقش احزاب سیاسی رو که ما چیزی که در نظر گرفتیم، یک بستر حقوقی و قانونی برای از اونا مهیا کردیم که اونا بتونن رقابت کنن. چون آقای توحیدی در این حال می افزاید همکنون تمامی اعضای کمیته گزینش برای معرفی شدن تکمیل گردیده و رئیس جمهور باید برای انتخاب اعضای این کمیته هر چه زودتر اقدام کند تا این کمیته کارش را آغاز نماید. با گفته او، به هر اندازه‌ای که کار این کمیته و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی با تأخیر بیفتد، به همان اندازه تأثیر منفی روی برگزاری لوی جرگه به خاطر تغییر نظام خواهد گذاشت. باید انتخابات ولسی جرگه برگزار شود، انتخابات شورای ولسوالی ها برگزار شود. بدون انتخابات در ولسوالی ها و ولسی جرگه تشکیل لوی جرگه قانون اساسی هم کار غیر ممکن است. به این خاطر اینا مسئولیتشان بیشتر است، نه این که ما را هیچ کس مسئولیت تطبیق این اصلاحات را نداده. در دو فرمانی که رئیس جمهور داده، لایه وظایف و وظایف ما مشخص است. با این همه، اما برخی نهادهای ناظر بر انتخابات از بیرادگی رهبران حکومت در عملی کردن پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی انتقاد دارند. در عمل می‌بینیم که پروسه با تأخیر مواجه بوده است. ساختن کمیته گزینش، تغییرات در کمیسیون‌های موجود، همه از این مواردی بوده که با تأخیر مواجه بودند. دیگر ظاهراً یک اراده قوی و مستحکم با تأسف در قبال روند اصلاحات دیده نمیشه. همزمان با این، اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی از پیشکش کردن بسته دوم پیشنهادیشان در زمینه آوردن اصلاحات نظام انتخابات کشور برای رئیس جمهور در آینده نزدیک خبر داده میگویند در پهلوی آن نظام چند بودی را نیز طرح‌ریزی کرده که با عمل شدن آن سهولت‌های زیادی در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم خواهد شد.